بد و جانکاه است. شب کجا روز کجا شب ماه است. شب کتابی است پر از راز نهان، شرح آغاز و سرانجام جهان. شب در رحمت گردون باز است، دل شب خلوت اهل راز است. داستان این هفته: یکی آن بالا مرا دوست دارد. نقش آفرینان: مریم کاویانی، بیتام، مرجان سپهری، لیلا، محمد میر حسینی، رضا، عباس مختاری، بیگلریم، نسرین صالح آبادی، بهاری، آزاده ساغری، جاوید، خاتون یزدانی، کرمی، آرزو مفتاحی، مادر بیتام، محمد رضا ابراهیم سالکویه، واحد ارتباطات رادیو، آرتمیس ورزنده، صدا بردار رادیو، با حضور ناصر ممدوح، امیرعلی پژمان، شیوا خنیاگر، مریم صفا. مثبته، این من خانم دارین وقت تلف میکنین. من که بهتون گفتم گروه خونی چیه. ما کار خودمونو بلدیم آقا. من اون خواهرمه، گروه خونیمونم که یکیه. خب من خون بگیرین دیگه. دارید حوصلمو سر میبرید. این داره میمیره، داره میمیره. در این صورت شما مقصر هستید. چرا نمیذارین کارمونو انجام بدین؟ خون زیادی ازش رفته خانم دکتر، حداقل به دو واحد خون احتیاج داریم. به آزمایشگاه زنگ زدین؟ بله تماس گرفتم خانم دکتر، الان میاد. حتما باید بره اتاق عمل. زنگ بزنید خانم دکتر سرمدی. بله حتما. چی شد؟ خانم اصلا زنده میمونه؟ باید بره اتاق عمل. دخو بچه رو نمیبرینش. چه خبرتون آقا؟ چرا قد داده هوا را میندازین؟ یکم آرومتر بفرمایید، خواهش میکنم. به جای دادا هوار بفرمایید پذیرش. اسم مریضتون؟ لیلا. لیلا سپهری. طبقه همکف سمت چپ بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام خانم دکتر سرمدی، جلیلی هستم. یه مریض اورژانسی اومده، یه دختر جوان که رگ دستشو زده. خانم دکتر یاسری کشیکن. بله بله ویزیتشون کردم. خانم دکتر زخمشون خیلی عمیقه، وریدشون رو زدن، احتمالاً عصب و شریانشون هم آسیب دیده. 1.5 میلیون تومان؟ علل حساب، شاید کمتر بشه، شاید هم بیشتر. اما این همه پول من کجا بیارم؟ داره میمیره خانم. بله میفهمم آقا، حتما باید عمل بشه، ولی خب تا پول ندیم. من این همه پول از کجا بیارم؟ ببینید آقای محترم، شما اگه پول نداشتین چرا آوردینش اینجا؟ خب میبردینش بیمارستان دولتی. متوجه نیست خانم، اون رگشو زده، به بیمارستان بعدی نمیرسه. آقا صداتون رو بیارین پایین، شما میخواست متوجه باشین تا کارش به اینجا نکشه. اگه یه تارم از سر خواهرم کم بشه این بیمارستان رو با آتیش میکشم. چی خیال کردی؟ مال منه دیگه ها؟ آقا اینجا بیمارستانی، مریض خوابیده. خوب شد گفتی، اینجا بانکه، بانک خصوصی. بیا برو بیرون، بانک بانکه. بیرون برو بیمارستان. بله سلام خانم بقالی، چی شد؟ فرمو پر کرد؟ پولش کجا بود؟ بیا ببین چه قشقرقی به پای کرده. بالاخره باید تشکیل پرونده بده یا نه؟ یعنی میگی دست رو دست بذاریم؟ ما که مسئول جون همه مردم نیستیم. به منو تو چه ربطی داره؟ ولی من به خانم دکتر سرمدی زنگ زدم، اونم داره میاد. خب اشتباه کردی عزیزم، خانم دکتر سرمدی هم بدون پرونده بیمار نمیتونه جراحی. خانم بهاجی چرا متوجه نیستی؟ اون باید عمل بشه، اون داره میمیره. اینجا چه خبر آقای بیگلری؟ ولش کنید. آقا اصلا مراعات بیمارستان نمیکنه خانم جلیلی. بیچارتون میکنم ارواخا که آقام، اگه بلایی سر لیلا بیاد بیمارستان رو سرتون خراب. شما خجالت نمیکشید؟ شما اید که باید خجالت بکشید خانم، چون یه بیمار اصلا واسهتون اهمیت نداره. تنها چیزی که واسهتون مهمه پوله. پول. پروندهشو بدین خانم بهاری. پروندهش هنوز تکمیل نشده. خب تکمیلش کن، تا پول نده که تکمیل نمیشه. بده نیستم، اصلا ندارم که بدم. شما وظیفتونو خواهر. من هیچ وظیفه‌ای نسبت به شما ندارم، من اینجا یه کارمندم، تا پول ندین نمیتونم پروندهتونو تشکیل بدم. چیه؟ فردا از من بازخواست میکنن نه شما. جنایتکارید. جنایتکار. جنایتکار کسیه که این شرایطو به وجود آورد تا اون دختر بیچاره رگ دستشو بزنه. بعدش هم اگر یک بار دیگه لاتبازی در بیاری میگم بندازنتون بیرون. اینجا بیمارستانه، چال میدون که نیست آقا. این فهرست به پرستار که رو شماست. بندازینش بیرون آقای بیگلری. این فهرست به پرستار که رو شماست. خجالت نمیکشید همه پول میپذیرش. این دختر باید عمل بشه. پس پولش چی میشه؟ من تضمین میکنم. چی رو تضمین میکنی بیتا جون؟ هزینه عمل این دختر رو. ببینم نکنه فامیلته؟ آره خواهر دوقلومه. مسئولیت این مریض با من، من حیثیت پرستاریمو گرو میذارم. راضی شدی خانم بهاری؟ حالا بنویس. Thank you.
شهروند عزیزی تی تماس با برنامه راه شب به نکته‌ای اشاره کردند که بسیار قابل بحثه. گویا مریضشون که شرایط اورژانسی داشته و حالش هم وخیم بوده به بیمارستانی برای مداوا اعزام شدند. اما مسئولین بیمارستان از پذیرش مریض سر باز زدند و ظاهراً مبلغ قابل توجهی برای انجام عمل جراحی از همراه بیمار درخواست کردند که البته ایشون هم نتونستن مبلغ مورد نظر رو فراهم کنن. این مسئله موجب بروز جر و بحثی شده و نظم بیمارستان برای دقایقی به هم ریخته. این شنونده محترم از برخورد پرسنل بیمارستان بسیار گله‌مندن و ادعا میکنن که نگهبان بیمارستان با ایشون رفتار خشنی داشتن. بابا خانمار شیدیسن، من کجا بابا خشن بودم؟ شما که شاهد بودین که بابا من برخوردم بیادبانه بوده. بابا نبوده که عجب حرفی ها. اینا چرا اینقدر سوسولن بابا؟ چرا این چیزی میشه آنی زود چغلی آدم ها میکنن؟ اونم کجا؟ تو رادیو بچ بابا در باکم خمیم تو با توی با شمایی شمایی بفرمان آقا خوش آمدی. جسارت که از بنده سر نظره که بفرمایید. اتاق عمل طبقه دوم دست روز. به همین دلیل پرخاشگری و عصبیت این شهروند معترض قابل درکه. هرچند پرهیز از خشونت آرامش میاره و طبیعتاً در آرامش راحت تر میشه به حل مشکل پرداخت. جاوید این آقا هره داره میگه این همراه این دختره که بی تاجون میگفت رگشو زده. به همین زودی زنگ زدن رادیو. به هر حال اسم این بیمارستان پیش ما محفوظه. اگر مسئولین محترم بیمارستان قصد توضیح داشته باشن ما آماده شنیدن توضیحاتشون هستیم. شما اینجا چه کار میکنید؟ چه کار بودم خانم؟ خب از اول این کارو میکردین، حالا ببرین بدین پذیرش خانم بهاری زمیمه پرونده شد. بهاری نه تو رو خدا، اون هر ریخت من خوشش نمیاد. یه وقت اون کسی میگه بعد من یه چیزی میگم بعد اون قاطی میشه. خب شما بفرمایید، من الان میرم بخش زنگ میزنم بهش. حالا نمیشه این دفعه رو شما بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. فرهنگ رانندگی فقط به معنای اجرای صحیح فرم رانندگی. خسته نباشی. شما هم همونطور. خانم بهاری، جلیلی هستم. چه که این آقا رو قبول کن. گفتم که تضمین میکنم. اگه باور نداری بیا مثلا انگوش بذارم. بله، به محض سبز شدن چراغ اگه اتومبیل جلوی کمی در حرکت تأخیر کنه پشت سر هم بوق میزنیم. رعایت حقوق دیگران. شنیدی بیتا؟ من که ماشین ندارم. ماشین کدومه بنده خدا؟ این پسر زنگ زده رادیو. کی؟ آخرین بارت باشه اسم این پسر رو جلوی من میاری. باز که داری شروع میکنی. ببین داداش، داداشو کوفت، داداشو زهر. بزن بازم بزن، تو که عادت داری بزنی 10 تا بزن. آقا جون خدا بیامرز سر سپرده دست من، چرت و پرت واسه من نگو. که چی؟ که بزنی لتو پارم کنی. چرا نمیفهمی؟ تو گدا، اون گدا. پسر اسمش چی بود؟ حمید بهروز. حالا هرکی ازش هم من و تو بدتره. بس خدا رو شکر من این قرازه رو دارم روش کار کنم شکم جفتمون سیر شه. بدبخ یه شاگرد صافکار دست سومه، آه نداره با ناله سودا کنه. ته تهش بتونه یه اتاق فکستنی واسه اجاره کنه، اونم کجا؟ چه میدونم اون پایین ها. عوضش میدونی چیه؟ دوستم داره، میخواد با من زندگی کنه، عاشقمه. بابا دوستم داره، عاشقمه. ایش فقط مال تو فیلم هاست. خود خر نکن با یه حرفا. دو انگوش پایین تر از اون دل عاشق یه معده وامونده است که اگه 2 روز بهش غذا نرسه عاشقی از یادش میره.
مردی هم که نتونه نوم بیاره خونه‌اش. دق و دلش رو سر زن بچه‌اش خالی می‌کنه. نمیخواد گریه کنی. ارواخو که آقا جون به خاطر خودت میگه. نمیخواد اشکاتو ببینم. من به اون خدا بیامرز قول دادم زیر بالا پرتو بگیرم. بمیرم هم نمیذارم اذیت شی. لیلا گشنگی بهش خونه میشنازه. ما باید حالا حالا عشق رو فراموش کنیم. امداد تو میشهرم علیته. بفرمایید. خسته نباشین خانم جلیلی. سلام آقای بیگلری. از رادیو تماس گرفتم. برنامه راه شب. الان پشت خطم. راجب اون پسری میخواستم با شما مصاحبه بکنم. واسه کنم. من صحبتی ندارم. چرا؟ خب دیگه چی بگم؟ خانم دو کلمه صحبت میکردی. پوزشم ما میدادیم دیگه. خواهش میکنم اصرار نکنین آقای بیگلری. میگین من الان چیکار کنم؟ بگین آقای دکتر دولو رئیس بیمارستانن. اگر لازم باشه ایشون توضیح میدن. چشم خانم جلیلی. روی چشم خانم جلیلی. امری باشه. خیلی ممنونم. مرسی. من با دو کلمه صحبت میکردیم. من پوزشم میدادیم دیگه. یالان دیم. متاسفانه تماس‌های همکاران ما با مسئولین بیمارستان تا حالا هیچ نتیجه‌ای نداده و سوپروایزر بیمارستان هم از هر گونه توضیحی شونه خالی می‌کنه. من از مسئولین بیمارستان خواهش می‌کنم برای روشن شدن افکار عمومی با ما تماس بگیرن. در انتظار شنیدن صدای شما عزیزان هستیم. خب به من از اتاق فرمان اشاره می‌کنند که چند پیام ضبط شده آماده پخشه با هم گوش می‌کنیم. بیمارستانه خصوصی که تا پول ندی اصلا راد نمیدن، حتی اگه پای جونوی آدمیزاد در میون باشه. متاسفانه تو این تهرون همه چی شده پول پول پول. بیمارستانه دولتی هم که قربونشون برم قیامته. وقت نمی کنم به مردم برسن. دخترم چند وقت پیش تشنج کرده بود، بردیمش بیمارستان. چه میدونستیم خصوصیه؟ هی گفتم پول بدیم، ما که پول نداشتیم. پول از کجا می آوردیم حالا تو این موقعیت؟ من میگم زنگ بزنیم به دکتر دوندو این وقت شب. خب رئیس بیمارستانه، باید در جریان باشه. رادیو که اسم بیمارستانه نگفته، کی میفهمه اینجاست؟ بالاخره که چی؟ به گوش دکتر میرسه، اون وقت دسته ایشونه. چه دخلی به بیتا جون داره؟ یه دعوایی بوده تو پذیرش. آقای بیگلری میدونن و خانم بهاری. بیتا جون مسئول بخش هستن یا نه؟ اگه این دختر اتاق عمل نرفته بود ممکن بود برای بیمارستان مشکلی پیش بیاد. ولی حالا قضیه فرق میکنه، اون رفته اتاق عمل. خب همینا رو به رادیو میگفتی؟ رادیو؟ نه، فردا به دکتر دولو میگم.
خانم جلیلی. بله. حال خواهرم چطور؟ حالش خوبه، نگران نباشید. شما به رادیو زنگ زدین؟ خب عصبانی بودم. ولی خواهرتون عمل شد. اما شما مجبور شدید ببریدش اتاق عمل. خاطر آبروی بیمارستانتون. من این کارو به خاطر وجدان و وظیفم انجام دادم. یه لیلایی تو وجود همه آدم ها هست. من این کارو به خاطر لیلای وجود خودم انجام دادم. شما سخت در اشتباهید. آقای احمدی به تاسیسات. آقای دکتر تقدی به بخش داخلی. سلام صبح بخیر. بح صبح شما هم بخیر. چه سر ساعت. خیلی سر حاله. خبریه؟ سلام صبح بخیر. چیه؟ زبونت هم عمل کردی؟ گفتم سلام. نمیخوای جواب بدی؟ اشکالی نداره. چرا نجاتم دادی؟ من که کاره ای نیستم. یکی اون بالا هوا تو داره. هیچکی هوا ما نداره. همه فراموشم کردن. آدم ها ممکنه فراموش کنن. ولی خدا مثل من و تو نیست. اون هیچ وقت فراموش نمی کنه. پدر مادرت کجان؟ خانوادت رو میگم. پدر مادرم؟ هر دوشون تو بمبارون تهران رفتن. پدرم دو روز دو بیمارستان دوام آورد. ولی مادرم زیر آواله شد. من موقع دو سن هم 6 سالش بود. خودو بیامرزه عممونم. خیلی برام زحمت کشید. ولی اونم گذشت رفت. حالا فقط من موندیم اون ازم. با 1000 تا قرض و قوله یه لکنته خرید و افتاد تو کار مسافرکشی. شنیدم با شما دعوا شده. آره با ببخشید. خب اون اینجوریه دیگه. یه مقدار همچی اخلاقش تونده. شرمنده. مهم نیست. چرا خودکشی؟ راه دیگه ای نبود؟ چجوری بگم؟ خواستگارم. همین حمیدو میگم. اون یه شاگر صافکاره. حقوقش هم ما 40-50 تومن بیشتر نیست. با این انعام و شاگردونگیایی که میگیره خیلی بشه 60-70 تومن. رضا هم میگه اون خرج خودشو نمیتونه در بیاره. چه برسه به تو؟ چرا نیومده یادتت؟ حمیدو میگم. خب معلومه. از ترس داداشم. رضا خیلی غیرتیه. اگه عصبانی بشه شمرم جلودارش نیست. یکی رو داری که دوستش داشته باشی و به خاطرش زندگی کنی. من هیچ کس رو ندارم. حمیدم اگه دوستم داشت همینطوری نمیشه. همینطوری سب نمیکرد. میومد عیادتم.
از داداشم هم اصلا نمیترسید ولی نیومد. هیچ فایده ای نداره. من دیگه تای خطم. یه وقت منم خیال میکردم که آخر خطم. ولی حالا واسه زندگی کردم وقت کم میارم. باور کن. خب آزاده جون چه خبر؟ کادو داری؟ کادو؟ آره جوابیه دکتر دولو برای برنامه راه شب. جوابیه؟ آره گفته بدم براش فکس کنی. تو بهش خبر دادی؟ نه بابا تا وقتی خانم بهاری اینجاست من چه کارم؟ خانم بهاری؟ مرخص شد؟ نه هنوز. حالش چطوره؟ خوبه. تو چطوری؟ من؟ خوبم. چطور مگه؟ تو کی میخوای خودتون وقف مردم کنی؟ باز شروع کردی مامان. تو فکر میکنی این جوونی همیشه برات میمونه؟ ای بابا دل باید جوون باشه. اما بدبختی اینجاست که مردم جوونی دلو نمیبینن، جوونی صورتو میبینن. بیتا چشم هم بذاری 30 سال تمام میشه، میری تو 40 سال. مامان لباس سفید پرستاری هرچی هم که قشنگ باشه لباس سفید عروسی نیست. بیتا منو آرزو به دل نکن. غذاتون سرد شده بخورید. سلام خانم جلدی، خسته نباشید، خواهش می‌کنم. بفرمایید آقا. چشم گوزم است، بابا حقوقی آلوب، همسی سری. آخه من نینیم پولی، خیره؟ من هاردان آلوب دردی بیرمون نتام، بوچینی زخلا. سلام خانم جلیلی. سلام. مثل اینکه اتاق پذیرش با شما کار فوری داره. ممنون. حتما. سلام صبح بخیر. اتفاقا خودشون تشریف آوردن. امر دیگه ای باشه. قربان شما. خدا نگهدار. سلام. آقای دکتر دوباره سلام رسوندن خدمتتون. جوابیه رو فکس کردم. بفرمایید. مال بعد بیخریش صاحبش. این چیه؟ چک همون آقای عربده کشه. برگشت خورده؟ ای کاش برگشت میخورد. این قطعه چک از درجه اعتبار ساقط. 3 ماه پیش گم شده، صاحبش هم اینو به بانک اعلام کرد. مثل اینکه تو ماشین مسافرکش نمونده. کم مونده بود شرش دامنه ترم بگیره. چرا من؟ به همین زودی یادت رفت؟ مثل اینکه تو زامنش بودی. پذیرش بفهمه. چلنسه گوشی لطفا. شانس آوردی. آقای دکتر دولو مردونگی کرد که اسمی هستو تو دادگاه نیاورد. وگرنه باز خر می آوردی و باقایی باید می کردی. مشخصاتتون لطفا. دستشویی جایی؟ آزاده جون من همه جا رو گشتم، هیچ جا نیست. راستش همین یه ساعت پیش بود برادرش رو دیدم تو اتاقش. مگه میشه؟ آقای بیگلری، آقای بیگلری.
آقای بیگلری کجاست؟ فرستادمش دنبال یه کار. کجا؟ دیر چون بیده خانم جلیلی، مرغ از قفس پرید. خب عزیز من، از من میپرسیدی بهت میگفتم. دیگه برای چی اینقدر به خودت زحمت دادی؟ آقای دکتر مرادی بهوجان، آقای دکتر مرادی بهوجان. تقصیر خودت. به تو چه که مریض پول دارد یا ندارد؟ بیتا جون، اینجا یه بیمارستان خصوصیه. چه تو مسئله به این سادگی یا نمیفهمی خانم مسئولی بخش؟ آخه تو چی تو ندیده و نشناخته زمانتشو میکنی؟ حالا بفرما چی شد؟ تو مانده یا یک چکی یکونی میلیونی؟ حالا میخوای چی کار کنی؟ حقته بکش تا دیگه تو باشی و اسیری دلت نشی خانم مادر ترزا. قرار شده برات قسمندی کنم، حدود 2/3 از حقوق ماهیانت. دکتر دولو دستور داده، این تنها کاریه که میشه برات کرد. آماده ای؟ انجام شد. خب شنوندگان عزیز، جوابیه دکتر دولو رو با هم شنیدیم. با پوزش بسیار باید عرض کنم که این جوابیه حاوی نکته مهمی نیست. این درسته که بیمار مورد عمل جراحی قرار گرفت، اما سوال اینجاست که چرا بیمار در بدو ورود به بیمارستان به خاطر نداشتن پول باید مدتی روی زمین بمونه؟ اصول انسانی به ما میگه که باید پیش از هر چیز به فکر نجات جان بیمار باشه. این آقای پژمانم نفسش از جای گرم در میاد. معلومه هر کی یک طرفه بره به قاضی راضی برمیگرده. کجا؟ سرم درد میکنه، میرم یکم دراز بکشم. چشم، قربون دستت، اینو بده به مریض اتاق ده و یک نگاهیم به پانسمانش بنداز. بله حتما خانم دکتر. خوبه تو هم؟ آقا گرونی، آقا خیلی گرانه. میوه گران، نون گران. نون ارزون بود، همه چیز ارزون بود که بازم اونم بردم بالا. خیلی تریه؟ یه بالا 300 تومن. صداتون پخش میشه، بفرمید. خواهش میکنم. شما که اینقدر مدعی اخلاق و انسانیتی، چرا یک کلام راجع به پرستاری که به خاطر یک مریض ناچاره هر ماه 2/3 حقوقیشا بده هیچی نمیگه؟ بابا اینجا خانم کرمه میشه خودتونو معرفی کنید؟ معرفی من چی اهمیتی داره؟ اقلا بفرمایید از کجا تماس میگیریم؟ از همون بیمارستانی که الان 2 هفته است شده سوژه شما. بله، همون آقایی که زنگ زدن به شما و هرچی از دهنشون در اومد باره ما کردن. ایشون فقط گله کردن که به مریضشون رسیدگی نشده. چی میگه رسیدگی نشده؟ مریضشون همون شب به سلامتی رفت اتاق عمل. البته با تأخیر. هیچ تأخیری در کار نبوده. ما اینجا تو اورژانس کار روتینمون انجام دادیم. جلو خون ریزی رو گرفتیم و مریض رو فرستادیم اتاق عمل که بعدش هم برگشتن تو بخش. یعنی تو پذیرش به خاطر مسائل مالی هیچ مشکلی پیش نیومد؟ مشکل خیلی سریع رفع شد. مسئولی بخش بیمارستان از سر دل سوزی به خاطر وظیفه انسانیشون چک آقای تضمین کردن، که البته بعد معلوم شد چک آقا تو هیچ بانکی اعتبار نداره. آخه این درسته که ما چوب عواطف و احساساتمونو بخوریم؟ میدونید چی آقای پژمان؟ این کار رو باعث میشه که دیگه هیچ کس به هیچ کس اعتماد نکنه. ببخشید، ممکنه من با سرپرستارتون صحبت کنم؟ باور میکنید که ایشون از این تلفن اصلا خبر ندارن؟ باور میکنم، اما خواهش میکنم شما لطف کنید گوشی رو بدید به ایشون، میخوام باشون صحبت کنم. شاید من زود قضاوت کردم. شاید ایشون نخوان با شما صحبت کنن. شما گوشی رو بهشون بدید، شاید خواستن حرف بزنن. پس یک لحظه گوشی جاوید بودو بیتوشون رو صداش بزن.
چیه؟ از رادیوه کتو. بیتا، بیتا جون بلند شو، باید کار دارم. کی؟ خودت میفهمی، بلند شو بیا. بفرمایید. سلام خانم، من پژمان هستم از برنامه راه شب. بفرمایید، خواهش میکنم. اجازه دارم صداتون رو زنده پخش کنم؟ از رادیو؟ بله، اگر اجازه بفرمایید. موضوع چی آقای پژمان؟ شنیدیم که اون آقا یه چک جعلی نزد بیمارستان گذاشتن و مریضشون رو مخفیانه از بیمارستان خارج کردن. گویا هزینه عمل جراحی اون دختر خانم به گردن شما افتاد. این درسته که شما باید هزینه اون عمل جراحی رو بپردازین؟ فکر میکنید خیلی مهمه؟ حتما مهمه. این یه جور سوء استفاده از حسن نیت شماست. ولی من اینطور فکر نمیکنم. شاید اون آقا توان پرداخت هزینه بیمارستان رو نداشتن. شما دارین؟ خدا بزرگه. پس شما هم ندارین. این درسته که قرار ماه به ماه از حقوقتون کسر بشه؟ آقا مهم اینه که این دختر جوان به زندگیش برگشته. اون دختر خانم جونش و مدیون شماست. درود بر شما. شما به معنای واقعی کلمه یه پرستار. اما میتونم بپرسم آیا فقط احساس وظیفه شغلی باعث نجات اون مریض شد یا دلیل دیگه ای هم داشت؟ در واقع کار شما یه جورایی غیر متعارفه. میشه گفت فراتر از حس وظیفه شناسی یه پرستاره. میخوام راجع به انگیزه که باعث نجات این کار شد صحبت کنیم. شما با ایشون سابقه آشنایی قبلی داشتین؟ بذارین یه حقیقت رو بهتون بگم. بله، من این دختر رو میشناسمش. 10 ساله که میشناسمش. اون عین منه، عین روزهای جوونیم. وقتی آوردنش اینجا، وقتی دستش رو دیدم، یاد خودم افتادم. خود 10 سال پیشم، با همون دل شکستگی، با همون احساس. 17 سالم بود. از اون عشقای دوران جوونی. اون تو محلمون زندگی میکرد، من معزل بودم اون دانشجو. تمام نفسم با فکر اون میومد. درس نمیتونستم بخونم. تا کتاب باز میکردم قیافه اونو میدیدم. توی کلاس، تو خیابون، تو خونه فقط صدای اونو میشنیدم. تا اینکه فهمیدم که با یکی از همکلاسیاش ازدواج کرد و از محلمون رفت، از شهر ما رفت بدون خداحافظی. من احساس کردم که همه چیمو از دست دادم. اون همه دنیای من بود، اون دنیای من بود و من اون از دست دادم. دیگه بهانه برای زندگی نداشتم. همه چی برام تموم شده بود. وقتی به خودم اومدم دیدم تو بیمارستانم. تا چشمو باز کردم یه فرشته رو دیدم، یه پرستار. گفتم چرا نجاتم دادی؟ گفت من که کاری نیستم، یکی اون بالا هوا تو داره. اون میخواست که باشی، زندگی کنی. به قول اخوان، زندگی میگوید اما باز باید زیست. باید زیست. باید زیست. باید زیست. من باید نجاتش میدادم. اون خود من بود. من خودم رو نجات دادم. لبخند اون پرستار، برق نگاش، آرامشی که تو صداش بود باعث شد که به ذات عشقیمان آوردم و باورم شد که یکی اون بالا منو دوست داره.
هیچی نگو. هیچی.